کرد میشه. در ضمن گپای ما باید ویدیو شیر شوه که دوستای دیگه هم از این ویدیوها مستفید شون. شاید این سخنهای ما توسط رساندن شما به یک انسان باعث ازی شوه که از اشتباهات خود کنار بیاره. این هم یک از روش اصلاح اشتباهات هست. حالا ما اگر یک طفل اشتباه میکنه، تو از طفل این تقاضا رو نداشته باش که باید اشتباه رو نمیکرد. او دنیای طفلانه داره و تو دنیای مردانه و دنیای جوانی داری. دنیای جوانی با دنیای طفلی فرق داره. یک زن یک اشتباهی را مرتکب میشه وقتی که مرد در مقابلش کدام برخورد میکنه، باید او دنیای زنانه ای را مد نظر داشته باشه و او زن دنیای مردانه مرد باید متوجه باشه. مرد کسی دیگه هست و زن کسی دیگه هست، طفل کسی دیگه هست و نوجوان و جوان کسی دیگه هست. هر کدامشون یک دنیای داره، روش اشتباه داره، طریقه اشتباه داره و اشتباهات به خصوص خود را داره. با هر کس موافق حالش باید برخورد صورت بگیره. و یک فرصت دیگه ای که به خاطر اصلاح خطاها خیلی مهم هست، بهره برداری از فرصت مناسب برای آموزش. گاهی اوقات فرصت ها رو مد نظر داشته باشیم به خاطر اصلاح خطاها. یک کسی یک اشتباهی مرتکب میشه، اما مکان را، اما زمان را، اما حالت را مد نظر داشته باشیم که چنین فرصتی به خاطر اصلاح اشتباه ها شاید خیلی خوب باشه، از اون فرصت استفاده کردن شاید خیلی مفید باشه. عمر بن ابی سلمه میگه که من طفل بودم در دامن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نشستگی بودم، ما و پیامبر غذا میخوردیم. میگه من دستم در کاسه او طرف و طرف میگشت و از هر طرف کاسه من غذا میخوردم. گفت پیامبر دست مرا گرفت و گفت یا عمر هست یا عمر هست فراموشم شده. گفت کل بیمینک، سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. یعنی این طفلک اولا که نان میخوری یا طعام میخوری بسم الله بگو، از پیشروی خود بخو، یعنی هر طرف دستت در کاسه نگرده او طرف و طرف، و از پیشروی خود و بسم الله گفته بخو. یعنی پیامبر از این فرصت استفاده میکنه، در حالت نان خوردن یک کس مورد خطاب قرار میده که اشتباه را مرتکب نشوه، خیلی به طریقه نیکو. و یک چیز دیگه هم که باید بفهمیم، انواع خطاها و نحوه برخورد با خطاها. حالا یک خطا عمدی میباشه، یک کسی قصدن یک اشتباهی را انجام میده، یک کار را انجام میده، یک معصیت و نافرمانی را انجام میده. او انسان با او انسان فرق داره که از روی جهل و نادانی اشتباه میکنه. یک انسان میفهمه که این کار اشتباه هست، این کار خطا هست، ولی بازم انجام میده. با این انسان یک قسم برخورد صورت میگیره. یک انسان دیگه نمیفهمه و اشتباه رو مرتکب میشه، با یک قسم دیگه باید برخورد شوه. به طور مثال یک شخص، او شخص یعنی اسامه رضی الله عنه، یک روز در یک مسیر روان هست، یک چوپان و رمه گوسفند را به اصطلاح در یک دشت روان کرده. این چوپان به اسامه سلام میده که السلام علیکم. وقتی که سلام میده و بعد از السلام علیکم میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، دمی لحظه اسامه گردن این چوپان را میزنه و این را از بین میبره. این سخن نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میرسه و اسامه میگه من چنین کار از مسئولیت گرفت. پیامبر گفت چرا ای تو کرده ای اسامه؟ گفت او از خاطر ترس کلمه خواند. گفت از ما ترسید، گفت السلام علیکم و رحمت الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، به او خاطر گردنش زد. گفت پیامبر گفت آیا قلبش شق کردی؟ خیلی بای تو پیامبر به حالت خیلی، یعنی روی پیامبر، چهره پیامبر سرخ شد مانند دانه های انار. برای اسامه گفت آیا قلبش شق کرده؟ تو خبر داشتی که درون قلبش ایمان نیست؟ یعنی خیلی با حالت سخت پیامبر برش گفت. این حالت ضرورت بود که به سختی گفته شود به اسامه که نباید چنین کار رو انجام بده. یک روز پیامبر در بازار روان هست، یک جای گندم فروش میشه یا کدام طعام دیگه ای وجود داره. میبینه که یک جای کوتی از گندم هست، یا به اصطلاح یک کم گندم در یک دکانی هست. دست خود در داخل گندم داخل میکنه. پیامبر میبینه که داخل گندم تر هست یا مرطوب هست و بیرونش خشک هست، یعنی بالایش خشک هست، درون گندم تر هست. پیامبر به او دکاندار میگه که ای چی هست، چرا ایت کردی؟ او چیز نمیگه. پیامبر با لفظ شدیدی به او دکاندار میگه و کسی که فروش میکنه،
میگه کسی که تقلب میکنه، کسی که خیانت میکنه از جمله ما نیست. من غشنا یا من غش فلیس منا، کسی که با ما خیانت میکنه، با مسلمان ها خیانت میکنه، از جمله امت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است. یعنی کسی جایی که پیامبر کلمه فلیس منا رو استفاده میکنه که از جمله امت من نیست، بفهمید که الفاظ خیلی شدید هست، چون اون انسان میفهمید که می کارم اشتباه است، اما برخورد پیامبر میبینه که در مقابلش یک نوع سختتر هست. یعنی گاهی اوقات خطای یک انسان عمدی میباشه، قصدی میباشه، برخورد فرق داره با انسانی که خطایش از روی نافهمی هست، از روی نادانی هست، از روی جهل هست، برخورد فرق داره. و حتی یک روز یک شخص با دست چپ غذا میخوره، پیامبر برش میگه که با دست راستت بخور. خیلی آهسته میگه که با دست راستت بخور. او میگه من نمیتونم پیامبر، در حالی که تواناییش داره دروغ میگه، میگه من نمیتونم. پیامبر میبینه که توانایی رو داره ولی از به اصطلاح قصدن چنین کارو میکنه، میگه دیگه نتوانی، هرگز چنین نتوانی. پیامبر خیلی با لفظ شدید برش گفت هرگز چنین نتوانی. و دست انسان فلج شد یا فلج به فلج مبتلا شد، هرگز دیگه دست خود را بلند کردن نتوانست به طرف دهن خود. میبینید که خطایشون عمدی هست، روش پیامبر در مقابل اشتباهشون فرق میکنه. و خطای یک انسان نادان، یک انسان نادان میباشه، نمیفهمه، اشتباه میکنه، که اکثریت اوقات اشتباهات شاید از این آدرس باشه که ما در مقابل انسان‌های خط نادان گاه اوقات از خیلی حوصله کار بگیریم. یک روز یک عربی در مسجد داخل میشه، بعد از که نماز رو ادا میکنه، از نماز فارغ میشه، در بعد از نماز در صحن مسجد، یعنی در داخل مسجد، یک جای پیشاب میکنه یا ادرار میکنه یا قضای حاجت میره. صحابه از هر طرف میدوند که یک نوع تنبیه بکنن. ره پیامبر میگه مهمه، بگذارنش، بگذارنش کارش تمام شوه، بگذارنش که هم قضای حاجتش به پایان برسه. میبینید که برخورد پیامبر چه قسمت و اصحابش چگونه هست. پیامبر به صحابه هم درس میده، به او کسی که اشتباه رو مرتکب میشه، چون نادان بود نمیفهمید چون این برخورد داشت پیامبر. وقتی که از کارش تمام میشه، پیامبر رو به خیلی آهستگی میگه بیجه، برای صحابه میگه بالای او ادرار و بولش یک کمی آب بیندازن، یک سطل آب بیندازن. او رو خیلی با آهستگی میگه که مسجد هست، جای نماز هست، مردم نماز میخوانه، جای ادرار کردن نیست. بعد از که برخورد پیامبر رو میبینه و برخورد صحابه رو میبینه، یک جمله خیلی زیبا میگه که در بعض روایت احادیث ذکر شده و در بعض روایت ذکر نشده، که اللهم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا. ای الله بالای ما و محمد رحم کو و بالای هیچ کسی دیگر رحم نکو. میبینیم که میگه بالای صحابه رحم نکو، فقط بالای ما و محمد رحم کو، فقط با یک برخورد. گاهی اوقات همیتو میشه، شما یک طفل را شاید در خانه طفل ها را دیده باشن، وقتی در مقابل یک طفل کسی با یک طفل اخلاق میکنه، با او خیلی دوست داشتنی میباشه، او رو خیلی دوست میداشته باشه، اما دیگه بد اخلاقی میکنه، او رو دوست نمیداشته باشه. این خیلی فرق داره، چون و طفلم اخلاق و بد اخلاقی رو میفهمه، خوب اخلاقی رو بد اخلاقی رو خوب درک میکنه. و بعضی خطاهای عبادی که در انسان ها وجود میداشته باشه، در عبادت خود سست میباشن و یک کند میباشن یا تنبلی میکنن. مثلا یک شخص نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمد، گفت یا رسول الله ما یک ملا امام داریم، در نماز صبح نماز رو خیلی طولانی میکنه، اما به خاطر طولانی شدن نماز ما دیگه نماز جماعت نمیره. پیامبر میگه خیلی سخت خشمگین شد، حتی روی پیامبر، رنگ پیامبر، رنگ رخسار پیامبر تغییر کرد. ملا امام را خواست، گفت آیا شما مردم را از دین متنفر میسازن؟ شما این مردم، آیا ما به خاطر این فرستاده شدیم که ما سختگیر باشیم یا آسانگیر باشیم؟ و یک چیز را باید بفهمیم که در این جای قابل یادآوری است، قابل تذکر است. آسانگیری به این معنا نه که دیگه ما نمازها را به عجل عجله بخونیم که دین آسانگیری هست. بعض نمازها را ترک بکنیم که دین آسانگیری هست. خیلی احکام خدا را زیر پا بکنیم که آسانگیری هست. نه خیر، و عبادت شوه، اما در جایی که ما در یک مسیر، در جایی قرار میگیریم که این مسیر مسیر سخت است و این مسیر مسیر آسان است، مسیر آسان شما در نظر بگیریم. میگه پیامبر در دو امر مخیر نمیشد، یعنی در دو امر قرار نمیگرفت مگر مسیر آسانش را انتخاب میکرد. اما مسیری که آسان میبود پیامبر انتخاب میکرد. پس گاهی اوقات که در عبادات کدام اشتباهی وجود میداشت باشه، پیامبر این روش پیامبر بود. حتی یک روزی پیامبر در یک مسجد داخل میشه، که در مسجد نبوی داخل میشه، که یک طناب در یک ستون بسته هست، به اصطلاح یک رسمان بسته هست. از صحابه سوال میکنه که رسمان از چی هست؟ صحابه میگه از زینب هست. گاهی اوقات اینجا بر عبادت میایه، عبادت میکنه، عبادت در عبادت که خسته میشه، خود را با رسمان با اطناب بسته میکنه تا خستگی بالاش نیاد و یا خواب بالاش غلبه نکنه و از عبادت نمانه. پیامبر گفت
در حال نشاط عبادت بکنید، وقتی که سختی شد بالایتان، سخت شد، خسته شد، استراحت کنید، راحت بکنید خود. سختی نیست که شما سخت بالای خود بگیرید. یعنی ببینیم که در عباداتون پیامبر یک نوع برخورد خاص خود را داشته، که چه قسم یک کسی در عبادات اشتباه می داشته باشه، روش پیامبر چه قسم بوده. بعضی خطاهای اخلاقی می باشه، یک کسی خطای اخلاقی داره، روش برخورد ما با اونها چه قسم باشه. حتی یک روز یک شخص نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میآید، شما دقیق متوجه باشین، با پیامبر میگه که ای پیامبر، در بین صحابه، صحابه نشستگی هستند، پیامبر نشستگی است، با پیامبر میگه ای پیامبر اجازه بده که من زنا کنم. حالا تو با خود فکر کن، یک کسی بیه به تو یوتیوب بگه که اجازه بده که من با تو زنا بکنم، برخورد تو چه قسم خواهد بود؟ برخورد یک دعوتگر با او چه قسم خواهد بود؟ صحابه میخوان که یک کار بکنه، یک تنبیه بکنه که چی میگی تو؟ این زنا خو از جمله شرم آورترین گناه ها است، چی میگی تو؟ پیامبر صحابه میگه آرام باشه، او شخص را در نزد خود میخواهد. این حدیث را ابو امامه روایت کرده، او شخص را نزد خود میخواهد، میگه ای برادر یا ای رفیق یا نامش را میگیره، میگه آیا میخواهی چنین کار با مادر صورت بگیره؟ میگه جانم پدر مادر فدایت باشه یا رسول الله، نه خیر. میگه آیا میخواهی با خواهر چنین عمل صورت بگیره؟ میگه نه خیر. میگه میخواهی با عمه چنین کار صورت بگیره؟ میگه نه خیر. میگه میخواهی با خاله چنین کار صورت بگیره؟ میگه نه خیر. مگه میخواهی با دختر چنین کار صورت بگیره؟ میگه نه خیر. میبینه روش برخورد پیامبر را در مقابل اشتباهش، سرکوبش نمیکنه، لتکوبش نمیکنه، سرزنش نمیکنه، دشنامش نمیته که دشنام بده. پیامبر میگه وقتی که تو نمیخواهی که با یک فرد یا با یک به اصطلاح بازن چنین کار صورت بگیره، با خواهرت نمیخواهی، با دخترت نمیخواهی، با خاله و عمه ات نمیخواهی، با مادرت نمیخواهی، دیگه مردم هم مادر دارن، دیگه مردم هم خواهر دارن، دیگه مردم هم دختر و خاله و عمه دارن. میگه این گپا رو که از پیامبر شنید، قبل از اینکه بلند شه و پیامبر دست خود بالای سینه برادر و کسی که آمده و تو سوال کرده از پیامبر رو چنین اجازه خواسته، دستش بالای سینه پیامبر، دست خود را بالای سینه ایزو میگذاره و دعا میکنه که الله متعال ایره حفاظت بکن، ایره پاکی نصیب بگردن و به اصطلاح عورتی از ایره حفاظت بکن. بعد از اون میگه این انسان در تمام عمر خود به زنا نزدیک نشده. پس چیز رو باید ما متوجه باشیم در مقابل خطاهای اخلاقی انسان ها، یا خطایی که میان فرزندا و پدر و مادر، بین پدر و مادر و فرزندا صورت میگیره، خطاهایی که مانند بین شوهر و خانمشان صورت میگیره. ما باید در مورد خطاها برخورد داشته باشیم که باز بزرگتر از خطای و طرف مقابل نباشه. حتی نعمان بن بشیر میگه مگه روز پدرم مرا نزد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آورد، گفت من به فرزند خود یک تحفه دادم، یک نوع تحفه یا هدیه بود. پیامبر گفت به دیگه فرزندایتون دادی؟ گفت نه خیر، به دیگران ندادم. گفت پس بگه چرا که عدالت را در این فرزندایت رعایت بکن. همین قسم این خطاهایی که مردم مرتکب میشدن و پیامبر چه قسم در مقابلش برخورد داشت، ایره ما باید یاد بگیریم، ما باید بفهمیم. یعنی ما تمام خلص گپای ما که امشب بیان کردم، که گپای ما تمام شد، او ای هسته که اولا ما خود ما اشتباهات خود را تا حد توان اصلاح بکنیم. دوم مسئله، وقتی که ما در مقابل اشتباهی قرار میگیریم، یک کس اشتباهی میکنه، برادر ما هست، رفیق ما هست، خواهر ما هست، دوست ما هست، کارمند ما هست، شاگرد ما هست، یا استاد ما هست، پدر ما هست، مادر ما هست، یا کدام کسی دعوتگر هست که مدعویش هست، هر کس در وقتی که اشتباه میکنه دفعه دقیق واکنش، زود واکنش نشان نتیم در مقابلش، زود عجله نکنیم، جستجو بکنیم که اشتباهش از چی خاطر بود، چرا کرد، به چی خاطر کرد، تمام جوانبش مد نظر بگیریم، بعد از یک اقدام بکنیم. نشود که گاه اوقات اشتباه ما باعث نفرت یک انسان از دین و از قرآن و از اسلام شود. نگاه اوقات میبینیم که در مساجد چه حالتی هست، برای یک انسان زنگ میه، این زنگ یک اشتباه شده، از یک انسان اشتباه صورت گرفت، از هر طرف والش صدا میشه، حتی بعضی کسا داشتن میره که آدم هستی فلان هستی، نه خیر. چون این برخورد پیامبر، امت پیامبر، پیامبر نداشته، امتشون نباید داشته باشه. سخنای ما تمام شد. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده. ویدیوهایی که گاهی اوقات ما بیان میکنیم برای شما با دوستایتان شریک بسازیم، حتی از طریق صفحات خود میتونیم، همیشه در امر خیر شریک باشین. ما که ویدیوها را به شما میرسانیم، مسئولیت ما و شما همی است که ما هم به دوستای خود را برسانیم، به رفقای خود برسانیم. اگر کدام اشتباهی در جریان
درس صورت گرفته باشه، اشتباه لفظی، خطای گفتاری یا علمی ما رو با بزرگواری تان عفو بکنیم. قراری بود که درس ما به ساعت 8 بجه شروع شود، ولی ما در جای زندگی میکنیم گاهی اوقات اینترنت هم با ما یاری نمیکنه و برق هم با ما یاری نمیکنه. برق که فعلا وجود داره، برق اصلی نیست، فقط به خاطر احتیاط ایره استفاده کردیم. دیگه کوتاهی های ما را ببخشن، این هم یک اشتباه است. مقابل اشتباه ما دیگه برخورد شما چه قسم خواهد بود خودتان میفهمید. الله متعالی شما راضی باشه. کسایی که در داخل و خارج کشور برنامه ها را تعقیب میکنن، بعضی کسا خیلی خرسند هستن برنامه ها، ما هم از شما خرسند هستیم. الله متعالی شما راضی باشه. هر کدام ما مسئولیت داریم در قبال دین خود، در قبال مردم خود، به اندازه توان خود احساس مسئولیت بکن. باز هم سلام به همه تون تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.